خدمت شما مخاطبین عزیز و ارجمند شبکه اینترنتی تیوا اسپورت و مسابقه بسکت بازی به شب نیمه نهایی شب دوم خوش آمدید. بله، منم سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت همگی مخاطبین عزیز و ارجمند شبکه تیوا اسپورت. خیلی خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم با شب دوم مرحله نیمه نهایی. تقابل جذاب و غیر قابل پیش بینی بابک واکنژاد و اشکان مهریار، ببینیم تو این شب کدوم یکی از این دو عزیز میتونه به فینال صعود کنه و حریف رامین فتی بشه در دیدار نهایی. بله، رامین فتی چجوری برد دیشب؟ خودش میگه شانسی کلا این مسابقات همش غیر قابل پیش بینی بوده. اتفاقات عجیب غریب زیاد توش بوده. فکرش میکرد امیر صدیقی هست چه کی بهش میگه هیچ بازیکنی ندید نیمه نهایی. الان یکی داور اومده فینال و بعد ببینیم بین یک عکاس و مستندساز و یک مربی چه شخصیتی وارد مرحله نهایی میشه. بریم یه بخش رو ببینیم و برنامه رو شروع کنیم. اشکان مهریار شب ششم با بابک پارکنژاد، دیشب هم که اتفاقای عجیب غریب افتاد. اونی که نباید میبرد برد، اونی که میگفت من بلد نیستم من نمیتونم برد. بله، همه چی عجیب غریب شد. کسی که فکرشو نمیکرد امیر صدیقی رو حذف کنه اومده تا اینجا. دیگه رامین فتی واقعا فکرشو نمیکردیم ببره، ولی خب هم خوب بازی کرد هم ماشاءالله اطلاعات مومیش خیلی خوبه و دیگر از فینال رو امیدوارم که بازی من و بابکم بازی خوبی بشه. واقعا همه چی عجیب غریب داره پیش میره. میگم آقا رامین اصلا از روز اول من یه دستم بازی نکردم. مثل شما که میگفتی کلا 6 دست بازی کردم. این سیاسی بازی ها چیه آقا؟ این کارا چیه میکنه؟ من که واقعیت رو گفتم. واقعا آقا رامین هم واقعا هنوز میگه اینجوری، حالا احتمالا چون بازی دیگه انجام داده دستش روان بوده یا نمیدونم واقعا. ولی آقا پویان مدت ها بازی کرده بالاخره، حالا ولی این 20-20 رو بازی نکرده. والا اصلا دیروز هم من گفتم خیلی برد و باختش برام مهم نیست. الان که دیگه بابک خب از دوستای خیلی قدیمی و دوستای خیلی خوبمه و حالا نمیدونم بگم، یعنی دیشب هم ما هم دیگه تمرین کردیم بازی کردیم کلی خوندیم کلی، ولی واقعیتش که برد و باختش خیلی برای خود من به شخص مهم نیست. همین که اینجا هستیم با دوستان به نظرم کافی. خیلی عجیب شد دیگه متین و آقای صدیقی و خانم عدالت خواه و اینکه بچه ها آقا پویا که بازی خوبی داشتن و بازی کنه خوبی بودن و متأسفانه به خاطر یزدی بودن و مسابقات کنار رفتن. آها، یعنی الان دارید ایراد میگیرید به برگزاری مسابقه؟ نحوه برگزاری سوال های سی امتیازی سوال سی امتیازی میگیم به ازاد نیکا ازتون بپرسه پنج امتیاز. بله، میدونی که خیلی مهمه که تو بازی برنده بیاری بیرون، به این دلیلی که اینجا دیگه 18 امتیاز رامین فتی مثلا افتاد جلو، خیلی مهم میشه که برنده بیاری بیرون، به این دلیلی که سوالات عددش کم شده. خبر داری که سوالات عددش والا همه تلاش هم میکنم. من تیم آل تایم بولز رو برداشتم. بله، تیشرتت مشخصه. خیلی وقتی اومدم تو بازی هم متوجه شدم مثل که آل استار خیلی قوی تر از آل تایم هست. بعد برای همین دیگه نمیدونم والا شانسم چقدر زیاده که ببرم، ولی خب تمام تلاشم رو کنم. والا اشکان متاسفانه، حالا داشتیم اون روز با بچه ها صحبت میکردیم، تمام حالا یه سری بچه ها واقعا دوسته چندی چند ساله من و اشکان و دوستای خیلی خوب و قدیمی هستیم و شاید ترجیحاً دلمون نمیخواست به هم بخوریم، ولی خب دیگه حالا شرایط زمونه همیشه جبر زمونه هست، ولی چاره‌ای نداریم جز اینکه تلاش خودمون رو بکنیم دیگه. اگه بخوایم زیادی آوانس بدیم و کوتاه بیایم بازی لوس میشه. حالا تلاشمون رو بکنیم. مرسی، بفرمایید برید تو استودیو که شروع کنیم انشاءالله. بریم برای شب ششم. بفرمایید آقای پارکنژاد، خدا نگهدارتون باشه.
شبتون بخیر باشه بینندگان عزیز و ارجمند شبکه اینترنتی تیوا اسپورت و مخاطبین مسابقه بسکت بازی. خب شب دوم از مرحله نیمه نهایی اشکان مهریار و بابک پاکنژاد. با آقای پاکنژاد شروع می‌کنیم که بزرگتر هستن. آقای پاکنژاد سلام، شب بخیر. سلام خدمت شما و بینندگان عزیزتون. خوشحالم که در خدمتتون هستم و امیدوارم که بازی خوبی شاهد باشم. آقای مهریار من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و امیدوارم که بازی خوبی باشه. بسیار عالی. خب تو مرحله نهایی و نیمه نهایی ما تغییرات قوانین داریم که بهزاد حالا یک بار دیگه اشاره می‌کنه. بله، تو بخش بازیش یه تغییر کوچیکی رو داریم که دقایق بازی از 5 دقیقه رسیده به 6 دقیقه. هنوز همچنان اون ضریب دو رو داریم، یعنی هر نتیجه در پایان بازی اتفاق بیفته ضریب دو میگیره و بعد با اون نتیجه میرن به بخش سوالات که اون بخش سوالات متفاوت هست و حالا به وقتش به دوستان خواهیم گفت که چه تغییراتی درش انجام شده. بسیار عالی. خب آماده این؟ بله آشکان. بله کوری نداریم بخونیم، کی میبره؟ شنبه که خودم ببرم. کی؟ با رامین فتحی در فردا شب مسابقه خواهد داد. بریم شروع کنیم بازی رو. بازی آل تایم شیکاگو بولز و آل استار 2010 در زمین شیکاگو بولز هم بازی انجام خواهد شد. آقا بابک که نشون داده در حین بازی معمولا خیلی کم صحبت میکنه. هر چقدر هم ازش سوال بپرسی زیاد تمرکزش به هم نمیخوره. ببینیم چی میشه این بازیکن درازه که این شبای گذشته بازی بود. آره، آقای گیلمور خاطرات خوبی رو برای اشکان مهریار و خاطرات بعدی رو برای رقیبش رقم زد. خانم آرژیلی این بازیکن قد بلند این درازه هی ببکنی بکشش بیرون خیلی خوب بود. خیلی خوب بذار شروع کنی؟ فکرم زود یکم بذار یکم دستشون را بیفته یکم شرایط بازی رو بگیرن. آره الان دستشون گرم نشده، شوتو داره از دست میره. سبب یه بلاک شات همین اول بازی کن درازه. از من یه چیز اجازه است بگم؟ بفرمایید. من جسارت کردم چون شیکاگو بولز واقعا تیم بابک پاکنژاد میدونم که چقدر بابک شیکاگو بولز رو دوست داره و مخصوصا مایکل جردن، چون واقعا هر دوتون طرفدار شیکاگو هستید. به هر حال نسل ما نسل تیم شیکاگو بولز دیگه. دقیقا. آره من اصلا خودم انتخاب اولم شیکاگو بود به خاطر آقای مایکل جردن عزیز و بزرگوار. ولی خب اون شب رویایی که بازی کردیم واسه اولین بار دیدم که زور واقعا تیمای قدیمی به این تیمای حالا آل استار و اینا واقعا نمیرسه. بسیار عالی. خواهش کنم مرحله قبل خیلی راحت تجربه گذروندی، فکر می‌کنی این مرحله چجوری بشه؟ من رقیبم قدره دیگه. ای بابا چجوری؟ من هنوز سوالم چجوری امیر صدیقی رو بردی؟ والا امیر بنده خدا یه خود توی شرایط روحی بد قرار گرفت. عجب. یعنی اوه من گفتم داک زد. منم همینطور. نه جمع کرد داک نزد. دوایت هاوارد کلن توی این چنبه اذیت کرده. سه امتیازی اول رو وقتی پاکنژاد باشن که نتیجه 5-4. هرچی ما گفتیم دقیقه بازی ببریم بالا که بازی پر امتیاز سر میشه. آره. کم امتیاز سر میشه. دوستان با برنامه بازی میکنن. آره. آقا جردن رفت رو حلقه و گل رو گرفت. مایکل جردن اوورالش بکنم 100 کامله. 99. 99؟ هیچ اوورال استدی فکر نکنم داشته باشه. تو کلا بازی های کنسولی. فکر نمیکنم. اوورال 100. من یادم فوتبال مثلا بازی میکردم بچه بودم. PS1 مال رونالدو برزیلیه رو چیز میکردم همه رو میبردم تا یه بار من یه کار خیلی بدی که کردم با پسر خالم بنده خدا این داستان رو نمیدونه. آقای معروف رحمان و رحیم هست، این رحمانشونه. خلاصه که آره این بنده خدا کم سن و سالترم بود. ما برایشیم با این خیلی حساس داره میشه. فولگول هم شد. دوایت هاوارد و لبران جیمز هر کاری کنی نمیتونی بگیری. حتی ما آقای دراز هم از دستش کاری بر نمیره. آقا بک یه لحظه سکوت کرد تو همون یه لحظه فولگول رو گرفت. بعد ما فوتبال که بازی کردیم با این منده خدا مثلا یه تیم عادی براش منم یه تیمی که
همین کارو باش کردم، تمام فاکتورهای بازیکناشو برداشتم گذاشتم صد. بعد من تیم ایرانو برداشتم، مثلا بارسلونا، مثلا دو تا تیمی که اصلا آره به هم خیلی اختلاف داشتن لحظات. بعد من بنده خدا رو 8 تا بهش گل زدم، گفت خب من بلدم و نمیدونم چرا الان اینجوری شده. تا همین الان هم این موضوع نگفتم بهش، الان فکر کنم دیگه فهمید. آقا فرزان من از شما بس خواهیم. آقا فرزان دوم چیزی که به دست بود، بازی خیلی نزدیک داره جلو میره، 10-10 با سابقه برابر هستش. من بریم سراغ بخش شیرین سوالات که آقا پاکنشت معمولا جواب نمیده. آره. من یه خاطره رو نگفتم چیه؟ ما اصلا اینجا مکان خاطره هست، خاطره گویه. ما شما گفتیم خاطره بگید، بعد فکر کنم یه 5-6 دقیقه طول کشید شما فکر کردی و بالاخره به چی نرسید در نهایت. خب چه خاطره دارید برام بگید؟ الان شما قرار بود از آقا اشمان سوال کنید. نه الان دیگه تو محله نیمه نهایی یکم طرفداریات دیگه از بین رفتشون که آره بیشتر همون جنبه فنی آره دیگه. ولی خب من زاویه با شما بهتر آقا. تشکر می کنم. خاطره ها اجازه من این سمتیاگی رو گل کنم نشد که گل کنم. بابا مگه این هاوارد رو میشه بگیری؟ ما هم محفه بازی رشنگه. حالا تا آقا بابک داره فکر میکنه. خاطره. آقا ما یه بار خاطره خیلی خاطره باحال هست که حالا مثلا به خاطر تو کجا رفتی؟ رفت بقیل اون آقایی که تیمی کشه لبنجه. ما با تیم ملی قبل المپیک بود 2008 نگاه کنید چی کار میکنید کاراتون رو میدونید؟ آقا خاطره رو میگونم. میخوایی سوال بعدی رو از اشکان مطرح کنیم؟ بپرسید آقا من مشکل ندارم. بذارم برم سراغ اشکان. حالا اشکان بازی قبل حسابی خاطره تعریف کرد. این بازی جردن اون آقا درازه کار درم دارد. این بازی بذارم در مورد NBA ازش بپرسیم. اشکان بهترین بازی NBA که دیدی تو عمرت کدوم بازی بوده؟ من یه خاطره چون من راست شو بخواهی خیلی NBA اونقدر که به دلیل خب کارم توی لیگ ایران هستش نمیگم دنبال نمی کنم، اونقدر مثلا نمیتونم وقت بذارم صبح ساعت 5-6 بیدارشم نگاه کنم، اما سنهای کمتری که داشتم یادم فینال دیترویت و لیکرز بود فکر میکنم اگه اشتباه نکنم که لیکرز دیترویت رو برد و اون بازی هاشون بیدار میشدم نگاه میکردم خیلی برام جذاب بود. یکی هم فینال کلیولند و گولدن استیت که لبران جیمز ثانیه آخر اون بلاک شاتو کرد و بردن و بازی های قدیمی حالا شیکاگو که اون بلاک شات جاودانه شد بله اون واقعا جز صحنه های NBA که فکر کنم هیچ وقت. خب دوستان همینجوری چپ و راست دارن میکوبن تو پارو. ما خیلی ساکت بودیم. اختلاف رسید به 6-14 ثانیه میشه نموند از کوارتر اول. آقا یه چیزی هم بگم، ما دیشب با بابک پیش امیر صدیقی بودیم با هم تمرین کردیم. آره، ولی با هم بازی نکردیم. یعنی چجوری؟ قرار شد که از اول که رفتیم قرار گذاشتیم با بابک که من و بابک با هم بازی نکنیم. بازی هم دیگه نشستن تحلیل کردن. با دید مربیگری. من بازی بابک هم نگاه نکردم چون میریختم. یک ثانیه. نرفت امتیازی، کوارتر اول پایان رسید. خب آقا فکر کنم توی این 30-40 ثانیه که داریم خاطراتون بگید. والا خاطره جالبی هم زیاد نیست ولی خب حالا میشه گفت. ما یه خاطره برخه از شما میخواییم. ما میگم رفته بودیم استرالیا با تیم ملی قبل المپیک، بعد قرار بود با تیم ملی استرالیا توی 3 شهر ما بازی کنیم، پرک و آدلاید و ملبورن اگه اشتباه نکنم. ما بازی اولمونو که با تیم استرالیا انجام دادیم تو شهر اول فکر کنم رفتیم پرک، با اختلاف مثلا تیم ملی استرالیا فوق العاده قوی بود، تیم ما هم قوی بود، همه خوبا بودن، ولی با اختلاف فکر میکنم زیر 15 تا ازشون باختیم. بعد توی پروازمون آقای ترومن سرمربی بودن، آقای صادق زاده و آقای حاتمی هم کمک بودن. توی پرواز سرمربی استرالیا قرار بود بریم شهر بعدی، جلوی آقای حاتمی نشسته بودم، آقای حاتمی اینجا، منم کنارشون بودم. بعد دیدیم توی لپتاپ دارن آنالیز میکنن بازی ما رو، بعد منم نگاه کردم گفتم آقای حاتمی داره آنالیز میکنه بازی رو،
داستان نشه فردا. آقای آتمی یه نگاهی به من کرد که با 40-50 تا میبریم. ما رفتیم فردا تو بازی آقا توپ نیمه رد نمیشه. یعنی با 40 تا باختیم بازی دومو. ولی خب حالا میشه گفت یه جوری غافلگیر شدیم بازی سوم، بازم اختلاف برداشت. چجوری با لپتاپ مثلا چیا رو آنالیز می‌کردیم؟ بازی رو داشت نگاه می‌کرد و کات می‌کرد صحنه‌هایی که می‌خوان و به قول معروف تمرکزش رو اون نقطه ضعف‌ها و نقطه قوت‌ها و نقطه ضعف خودشون بود کلاً و ما برعکس. خب بالاخره ما خاطره شدیم. خاطره شدیم بالاخره. بریم سراغ کوارتر دوم. من بهترین بازی ام بی ای که گفتم فکر کنم فینال بوستون و لیکرز بود، دیترویت نبود. بوستون چه سالی؟ لیکرز بود. سال 2006 فکر کنم. آره 2006 بود. بوستون بود. 2006 بوستون لیکرز بود. سوالمونم بود. نه نمیدونم دقیقاً. بعد چند شبای پیش بود که بوستون لیکرز از پویا تاجیک پرسید. آره اون سال 2000 بود. آره. چجوری هنوز باورم نمیشه که پویا تاجیک حذف شد. چجوری متین جلالیانو برد؟ و فردا شب برنده این بازی باید با رامین فتحی مسابقه بده. و اختلاف که فعلا داره زیاد میشه برای اشکان مهریار، اختلاف به 8 رسید. میتونه اختلاف دو رقمی هم بکنه تو این حمله. اختلافو به کسی وفا نکرد. خب سه ثانیه دفاع تکنیکال فاول سه ثانیه. چرا بابا سه ثانیه؟ سه ثانیه در ان بی ای قانونش این است که برای دفاع هم گرفته میشه. اگر 3 ثانیه انجام بشه یک تکنیکال فول با قابلیت مالکیت توپ هم هست. خیلی خوب داره خوب اضافه شد 12 تا 12 امتیاز. خب بچه ها آقای خالتی شرمنده تا الان میتونیم بگیم فینالیست اون آقای مهریاره. ما چون یه جورایی هم تیمی هم هستیم که مهرها فردا. خیلی خب من میگم کم کم شروع کنیم به ازاد. آره یه جوری هم بشه که دیگه بابک شانس داشته باشه واسه سوالا. آقا بابک بله بله. سه تا میوه گاز زدنی. خیار و سیب و هلو مثلا. هلو. چون میوه های دیگه هم مگه داری؟ میوه گاز نزدنی. غیر گاز نزدنی. شما مثلا انار رو میبلعی مجموعا همه رو با هم؟ اینجوری بگی. حالا بگذاریم. آره. خیلی خوب. باشه چش. خب بچه ما از در واقع اتاق رژیم میگن که چالش کالو میدونید دوستان چجوری اعلام کنید؟ یه قانونی هست به نام چالش کال. یه دانک وحشتناک هم زد یک روز. دانک ندید. یه بار دیگه ببینید. دوستان اگر به تصمیم دوستان اگر به تصمیم داور اعتراض دارن آره. میتونن اون با... حالا تاچ پد وسط استادیوم بزنن وقتی آره. خطای اعلام میشه و یه بار میتونن به تصمیم داور اعتراض کنن. خیلی خوب. تو نمیخوای شروع کنی؟ بذار من از اشکان این سوال رو پرسم. اشکان اسم 5 تا بازیکن که معروف باشن و تا حالا قهرمان ام بی ای نشده باشن. چه سوال سختی. یکیشو میدونم راسل وستبروک. خب خب بعد وینس کارتر که خیلی خودم دوست دارم. داریم زیاد داریم الان همین تو زمینم چند تا شده. بله 100 درصد هستن. بعد عرض به خدمتتون که چارلز باکلی بیچاره. آره چارلز باکلی، آلن آیورسون، چمبرلین. دیگه یه دونه دیگه مونده. دریک روز هم فکر کنم نشد هیچ وقت. دریک روز هم نشده. بسیار هم عالی. بهزاد بیشتر تو چیز بسکتبالی میپرسه. آره دیگه من موضوع آزادو میذارم واسه تو بسکتبالی خودم برمی‌گردم. باش منم بسکتبالی میپرسم. 5 تا بازیکن معروف اروپایی در ام بی ای آقای پاک نژاد. دریک نوویتسکی. آقای استویاکوویچ. خب. الان خیلی تونی کوکوچ. کی؟ تونی کوکوچ. خب. سابونیس. پنج بازیکن چی هست؟ پنج بازیکن اروپایی تو ام بی ای بازی کرد. پاو گسول، مارک گسول. آره. برادران گسول. برادران گسول، برادران هرنان گومز. بسیار عالی. خب بذار. من سوال بعدیم خیلی سوال متفاوتی. یه سه امتیاز اینجا اشکان مثلا اختلاف شد 15 الان با این وضعیت خجالت نمیدید. بزرگ و کوچیکی. آقا بابک من میخوام شما به رامین فتحی نخورید. بعد ببین من عکاسم اگه ببرم زیاد داستانی ندارم با رامین فتحی، ولی اگه شما رامین فتحی رو ببرید اون وقت
تکنیکال هست که دیگه بعد رامی فتی میخوای بیای محرام دیگه ها برنامه کشه چه فول گولی اشکان مهریار برخلاف اون چیزی که به نظر میرسه بیشتر از اینکه با جردن کار کنه با دریک روز و با گیلمور بازی کنه. من دو روزه دریک روز رو کشیدم تازه است اولین تایم اوت برای تیم آقای پاک نژاد با اختلاف 15 امتیاز. اگر همینجوری تموم شه اختلاف میشه 30 امتیاز. ما اینو بگیم که سوالام شده 3 تا، حواستون به این هم باشه. یعنی ماکسیمم ما میتونیم 45 امتیاز داشته باشیم یا نه اگر 60 امتیاز ماکسیمم 60 امتیاز بشه داشته باشیم. یعنی حداقل اختلاف آقا رو 10 نگه دارید نهایت که تو ضریب 2 بشه 20. امیدوارم باشین که اشکان سوالشو جواب نده. آره امیدوارم باشید که اشکان هم سوالشو جواب نده. حتی هنوز بازی ادامه داره، اصلا آره. نمیشه از الان گفت. تازه حالا بازی دیشب تا آخر نیمه اول مساوی بود. آره. که اونجوری اختلافش زیاد شد. بسیار عالی. آقا بعد شما سریال پایتخت رو دیدین دیگه درسته؟ بله بله. سه تا از شغل‌های هما تو این ادوار پایتخت ما میگید. والا توی شورای شهر بودم. بعد اوت برام چی شد؟ چی شد؟ اوت برام اوت. چرا اوت برات تو؟ چون کری رفت توی اوت. بعد گوینده اخبار شدن این اسم. دو تا یکی دیگه این یکی شاید یه ذره سخت بشه. ای بابا آقای مایکل شما اینا رو گل می‌زنید. یه دونه دیگه. یه دقیقه من تکلیف این توپ رو اگه معلوم کنم. خب سومیشو والا دقیق تو ذهنم تو میدونی والا سوالای سخت میپرسی. نه آشپزخونه داشتن یه زمانی آفرین. آره آشپزخونه غذا ها. آره رستوران سارانیکا. آره آره. خب من از اشکان بپرسم، اشکان بسکتبالی دوست داری جواب بدی یا غیر بسکتبالی؟ بسکتبالی لطفا. بسکتبالی دوست داری جواب بدی؟ میکنی تا حالا سریال نمیدونم پایتخت نگاه نکردی؟ چرا؟ خب چه سوالی بپرسید؟ من بیشتر علاقم به سمت فیلم مستنده چون حرفه خودمه. هر وقت اوقات آره فراغت داشته باشم ادامه خیلی کار خوبی هم هست که فیلم مستنده. حالا بذار یه سوال دیگه ازت بپرسم. به نظرت بهترین بازیکن تاریخ NBA حالا به غیر از جردن که میدونم خیلی دوستش داری، سه تا از بهترین بازیکن تاریخ NBA به ترتیب اسم ببر برای خودت. حالا لبران جیمز قطعا هست، یکیشه، کوبی برایانت و بعدیشون میشه علاقه ای بگم یا باید بله هر جوی که راحتی این هاوارد رو بیچاره هم میدونم. خیلی فکر کرد به این سوال اشکان. لبرون رو گفت و لبرون رو گفت لبرون و کوبی و جردن هم که خب جردن که جاش دیگه جداست کاملا برای اشکان. سومیش من علاقه ای خودم آیورسون خیلی دوست دارم. آیورسون آره و بنده خدا حیفم شد به دلیل زندگی شخصی بعدی که داشت. واقعا به نظرم خیلی میتونست جایگاهش بالاتر از این یکی از بهترین بال هندلر ها چی گفتم؟ اینو البته علاقه ای گفتم. مثلا الان همین کوین دورانت رو نمیدونم. آره بازیکنه که الان تو همین آلستر و استفن کری واقعا اینا افتخاراتی که دارن اصلا قابل مقایسه با آلن آیورسون نیست. آه شکیل اونیل. جای بله جای آیورسون رو شکیل اونیل عوض میکنم. خب آقا ام بی ای چقدر دنبال میکنه؟ والا من از وقتی که آقا جردن ام بی ای رو گذاشتن کنار منم خیلی کمتر میبینم. سه تا روکی امسال نمیتونید بگید؟ اوه سه تا روکی پارسال که راحت تر هست. اون موقع دیگه خواهی سه تا روکی اصلا چند سال پیش شد؟ روکی آخه روکی نه واقعا پارسال مثلا لوکا دانچیز چیکیش بود؟ حالا اشکان میتونی جواب بده این سال؟ اشکان؟ امسال روکی امسال نه. خیلی ممنون. خب 25 ثانیه مونده از نیمه اول اختلاف 14 تا. خیلی واقعیت مخصوصا دیگه این ریزکاری های NBA رو خیلی دنبال نمی کنم به خاطر لیگ ایران خیلی خیلی به دلیل حالا لیگ ایران ازش سوال لیگ ایران چون تو سوالاتمون هست به نظر من بذاریم واسه سوالات بمونه. نه این سه تا یا نداریم؟ نه سه تا مثلا چی سه تا تیم مثلا با الف نام ببر تو لیگ ایران؟ نه سه تا تیمی که الان نیستن اتفاقا تو لیگ برتر. ان شاء الله بعد نیمه این سوالا قطعا میپرسی بهش روش فکر کنید. سه تا تیمی که الان نیستن. آره تو لیگ نیستن تو ایران. آره بودن و رفتن. سلام صاحبوتی پیکا بسیار عالی. خب
نیمه اول پایان رسید، یه استراحت کوتاه می‌کنیم و با نیمه دوم دست افتاد. چی افتاد؟ دست. با نیمه دوم همراه شما هست. خب همون من این هاوارد رو بیچارمون کرده واقعا. آقای پاک نژاد، مشخص شد که امیر صدیقی رو شانسی بردید. چون مشخص هنوز نشد. چرا؟ چون بازی تموم نشد. ولی نه واقعا بابک پوزیش بوده، نه اصلا تعویض آف بوده مثل این که بعد ما تیم آل استار کلن چون بنچ خیلی خوبی داره روی تعویض خیلی خوب میتونیم باشیم، ولی الان دوتا تیم با پنجتا، مثلا شیکاگو پنجتا اولش با پنجتا دومش اختلاف صد داره، ولی دقیقا ما برعکسیم متاسفانه. تعویض ها مثل این که آف بوده، ولی گلن زمین کجه اینا رو برش کن خوب نبودم عشقان خوب بودم. الان اگه امیر صدیقی این صحنه رو ببینه کلی هرس میخوره، کلی خیلی دیشب هم امیر صدیقی دیشب شما برده بازی تمرینی منو برد. آخ خیلی خسته و خوابالو بودم، ولی خیلی میسوزه، خیلی میسوزه دیگه. باید حواسش چه میکنی؟ میبری میری فینال به رامین فتی میخوری یا نه؟ معلوم نیست دیگه، یه نیمه مونده و یو آقای پاک نژاد نیمه مربی هست. آخ بله، ولی خب آقای تاجیک نتونست نیمه مربی ها رو ببره. آره متاسفانه، ولی این که تعویض آف بود خیلی به ضرر ما شد. تعویض آف بوده دوستان؟ بله. حالا الان انشالله تعویض میکنم. تعویض ها برای دو طرف آف بوده؟ آره. خب پس شرایط یکسان بوده. نه، آلستار تیمش بنچش فوق‌العاده قویه نسبت به تیم بنچ شیکاگو، ولی حالا مهم نیست انشالله که باشه. پس بریم تو پخش ببینیم چی میشه. جردن و دریک روز و اینا رو بذارم تا آخرین قطره تو زمین، تعویزشون رو هم نمی کنم. خستم نمیشن وقتی تعویز و جردن آقا جردن خسته بشه. تو اسم گتوره ایدونو که میخورد آقا جردن شانس آورد اسطوره مونه دیگه. باشه بریم تو پخش، برگردیم تو بازی. شبتون بخیر باشه بینندگان عزیز و ارجمند شبکه اینترنتی تیو اسپورت. خب رسیدیم به نیمه دوم مرحله نیمه نهایی شب دوم، بریم ببینیم که چی میشه. موافقی بسات بریم مرحله دوم چی میشه؟ بله بسم الله. نیمه دوم دیگه الان تعویضا هم روشنه. آره تعویضا الان روشنه، بسیار هم عالی. اختلاف فعلا 51، 16 امتیاز اختلاف. ببینیم چه اتفاقاتی خواهد افتاد. زیر سبد سه چهار تا فکر ولی نتیجه نداد. آخرین فکر ها تعویض روشن شد، تازه جون گرفت بابک رانینگ. بله اوه به شدت رانینگ بود. رانینگ دریک روز حاصل پلیر کرد، رانینگ کجا بود؟ آزه حاصل یه همه وسط زنگ بود تو نه اوزی پرید رو تو اشکان چیزی که بسته اینه که همینجا کارو تموم کنه، مثل اینکه خب چند تا سلام من با آقای فتی هم باید سعی کنم اگه برم فینال البته همین کار انجام بدم، چون واقعا نمیتونم تو قسمت سوالا. 20 امتیاز الان جلوی اشکان. من شنیدم که آقای فتی قرار بوده توی مسابقه ظاهرا اطلاعات عمومی و اینا هم شرکت کنه. آره قرار بود آقای فتی یکم مسابقه شرکت کنه، در همین اطلاعات عمومیش خیلی خوبه. همه سوالاشو جواب داده. یه سوال 15 امتیازی یعنی ریسک در بالاترین حد، در حالی که میتونست 5 امتیاز جواب بده 15 رو گرفت و جواب داد. بازی رم برد. نظرم اگه میرفت مسابقه برنده باش پول خوبی میتونست برنده باشه. خب دوستان کم کم آماده باشن که میخوان سوالا رو شروع کنن. قرار بوده برم. مسابقه برنده باش قرار بوده برم. آقای فکری. خب تا فعلا 19 تا سو بریم سراغ سوالا کم کم. بریم آقا بریم. خب علیرضا تو شروع می‌کنی یا من شروع کنم؟ من شروع کنم با اشکان. خب اشکان گفت در مورد لیگ ایران اطلاعاتش زیاده، 5 تا از قهرمانان تاریخ لیگ ایران نام ببر. سواباتری، سنام، پتروشیمی، مهرام، یکی دیگه موند، آبادان. خیلی عمالی اطلاعاتش لیگ ایران خوبه. آره چی بپرسیم دیگه؟ آی بابا آقا اینا تعویض کردن رمز دارن.
ما سوخت دادیم به عنوان آل استار، اینکه رمز چی میگه رمز رمز نه اینکه تعویضمون آف بود واقعا ضرر ما شد. خب چیز عشقان تو خودت بازیکن بودی یه مدت درسته دیگه، بعد تو چه تیمی؟ تو هما اگر اشتباه نکنم. من نوجوانان هما بودم. خب. جوانان دانشگاه آزاد بودم که مسابقات کشوری هم شرکت کردیم. درسته. بعد دیگه هم به دلیل آسیب دیدگی هم حالا درس و مسائل شخصی دیگه ادامه ندادم. سالهای بعد اول که اومدی یه وقت راجبش توضیح دادی ولی کامل نگفتی راجبش. راجب اینکه چرا گذاشتم کنار یا اینکه والا خب بیشتر مسئله پدرم هم یه خورده سختی بود روی درس خوندنم. بله و اون سالا یادم که دیگه من سوم دبیرستان و پیش دانشگاه اینا اصلا واقعا مدرسه نمی‌رفتم. یعنی همش تمرین بودیم. آه. همش اردو و همش مسابقه های نمیدونم کشوری بود، بعد مدرسه ای بود، استانی بود، همش بازی میکردیم دیگه. بعد واقعا هم میگم پدرم یه خورده سختگیر بود روی درس خوندن من و خودم اون سال زانو مصدوم شد و دیگه یه تصمیم گرفتم که درس رو ادامه بدم. چی شد که اومدی سمت عکاسی؟ من از همون سنی کم همیشه دوربین دستم بود دیگه، عکاسی میکردم، حتی مسابقه های بزرگ سالان هم مثلا بسکتبال میرفتم، هنوز دارم، حالا یه بار اگه قسمت بشه عکس با دوربین آنالوگ خودم میرفتم عکس میگرفتم. و بعد که دیگه تحصیل کردم تصمیم گرفتم که این کار رو جدیتر ادامه بدم و دیگه علاقه هم به بسکتبال بود، همیشه احساس میکنم یه خلایی مثلا تو عکاسی بسکتبال هستش و تصمیم گرفتم که بیارم این حرفه رو توی بسکتبال رو. درست، خیلی هم عالی. من از زمان بازی آقای پاکنژاد عکس دارم، عکس صحنه مصدومیت بابک یکی از تلخ‌ترین واقعا عکسایی بوده که گرفتم. خیلی جدی اینو میگم، یعنی اگه واقعا میگم سه تا صحنه های تلخی که عکس گرفتی یکیش 100%. خب اون دو تا دیگه‌ش چیه؟ صحنه بابک پاکنژاد، یکیش مصدومیت مهیار مهر بود توی جام جهانی جوانان که بنده خدا دقیقه اولی که اومد تو بازی جلوی امریکا مصدوم شد، ربات پاش پاره شد. آه. آه. و اونم خیلی بد بود. اون یکی اگه بخوام بگم خیلی دردناکه، میشه نگم. بازی اردن نوجوانان بود، یکی از بازیکنان اردن یه جوری مصدوم شد که شبش پال جورج، همون شب باورتون نمیشه، همون شب پال جورج همون جوری مصدوم شد. مصدومیت معروفش. بله بله، مصدومیت صبحش بازیکن اردن توی ایران بازی نوجوانان، عکسش هم من دارم، همون جوری مصدوم شد. بعد الان میخوایم صد بگیم سه تا از بهترین عکسات. سه تا بهترین عکسام که خودم دوست دارم دیگه. آره، اونا که فکر کنید بین این همه عکسی گرفته این سه تا تاپ ترینشه. عکس بچهای چابهاره که آها 100 درصد سیستان بلوچستان چابهار کرد. یکیش اونه یکیش صحنه صعود تیم ملی ایران به المپیکه که برای امسال. بله بله، که برای خودم خیلی تجربه قشنگی بود و فکر کنم عکسش هم تو سالیان سال خاطر انگیز بمونه. و دیگه اون یکی هم عکس خودم باش خیلی خاطره دارم، صحنه خدافظی اوشین ساکیان، خیلی خودم اونم واقعا قشنگه. دفاع خوبی اینجا داشت. این همه سوال پرسید از اشکان که یکم حواسش پرت بشه اتفاق نمیفته و اختلاف داره بیشتر و بیشتر میشه. 20 امتیاز الان جلوی اشکان. اشکان بعد نکتهش هم اینجاست که اشکان تعویضاش همچنان رو حالت دستیه و بازیکناش همون بازیکن استارترش هم تو زمین. فکر کنم کوارتر 4 تموم شد دیگه. همشون این علامت نوشیدنیه. هست. ولی خب داره بازی وقتشه که یه تعویض بده. شما باید یه کلمنی کنسر بزنن. یه سر به کلمن باید بزنم بچه ها چون تشنه. ثانیه های پایانی کوارتر سه واقعا خسته شده هم دیگه، فشار بایه واقعا خسته شده هم دیگه، ولی خوب همچنان دارم بازی میکنم. 7 ثانیه روی شات کلاک. فکر کنم امشب خیلی کم حرف زدیم رضا. دیگه بازی ها جذاب و حساس بود. فکر کنم این بازی میتونست رقمی هم بشه. آره. اگر اشکان تیمش اینقدر خسته نمیشد. من باید تعویض کنم واقعا. یه بلاک قشنگ، چه بلاک شاتی زیر سبد. تعویضم کردن آقای رادمن. آقای رادمن چرا ساعتش خاموشه؟ آخرین حمله کوارتر 3
اعتقادی هم مدیریت زمان نداره. لاکشات 5 ثانیه 4 ثانیه دیاد بزنه چون یانیس خالیه. یانیس خالیه. نه ای وای ای وای من باید تعویض کنم. کوارتر سوم به پایان رسید. اشکان مهجاری سری تعویضاتشو انجام بده. 17 امتیاز بالا الان اشکان. 17 امتیاز اشکان مهجار الان بالا. ضریبش میشه چند؟ میشه 34. 34 امتیاز. دو تا 15 یه 30 حتما دیگه بعد داشته. دو تا 15 میشه 30. به شرطی که آی فاکر شد اشکان سوالشو جواب نده. نده. نه ما انشالله این دو دقیقه من این بچه ها رو بشونم رو میکرد. راجب سوال ها الان به سوال ها فکر میکنید؟ آره من که حالا ستاشو میدونم چی ها انتخاب میکنم. چه موضوعی از الان میشه؟ اطلاعات عمومی و ورزش و بسکتبال انتخاب میکنم. خب بعد ترجیحاً هم بسته به اختلاف حالا اگر ببرم یا بدازم نسبت به امتیازشون تصمیم میگیرم. اگه همین اختلاف باشه 34 امتیاز قطعا باید 15 امتیاز رو انتخاب کنیم. آره چون سه تا سوال بیشتر نیستش. آره امیدوارم حالا سوالای عجیب غریب نیفته مثل برج میلاد ارتفاع چقدره اون بیچاره امیر. ولی هیچ سوالی مثل سوال امیر صدیقی نشد که روده کور. امیر صدیقی اینجوری شد. جالبه دوستان اطلاعات عمومی رو زیاد انتخاب کنم ولی اون دو بخش دیگه یعنی تاریخ جغرافیا و فرهنگ‌هنر اصلا انتخاب نمی‌کنه. بعد به کیفیت سوالا معترض میشن. خب شاید قسمت دیگه هم سوال آسان‌تری توش باشه. من باید توضیح بدم که احتمالاً الان بازی یه ذره نزدیک میشه چون واقعا تیم دوم شیکاگو رو اصلا نمیشه با این تیمی که الان تو زمین از آل استار. جیمی باتلر کیان؟ جیمی باتلر اسوان تونی کوکوش هم هست بگم. تونی کوکوش تونی کوکوش لول دینگ بله و یوکیم نو. الان خب آوک الان بهترین تایمی که شما بتونید اختلاف رو کم کنید و بازی رو برگردونید در کوارتر چهارمی که فرصت هست. بابا این سه امتیازی شروع نمیشه دوال هاوارد شروع میکنه یا نه؟ فول بول اون زیر بازیه سمتیازی و یک پرتاب برای دوایت هاوارد. خب خدا رو شکر دوایت هاوارد اصلا پنالتی آقای پیپن بشین رو نیمکت استراحت کن الان میخوام بیارم تو بوده 57-71 نتیجه آخرین کوارتر محله نیمه نهایی ببینیم کدوم یکی از بازکنشم ببرن. من امیدم به باتلر فقط. آره فشار دفاعی آوک سنگین شد تو این لحظات اصلا نمیذاره اصلا حرکت کنه. مید رینج زرش یاس وای از دست آقای درک روز در آل استار باید سرمربی سرشو بزنه به دیوار. الان مربی بودین چیکار می‌کردین آوک تو زمین؟ ما والا باید دو امتیازی مطمئن بزنیم که اختلاف کم شه مثل این کاری که من الان نکردم. که ریسک نمی‌کنی سه امتیازی بزنید چون فعلا تایم هست یعنی دقیقه آخر. آره باید دفاع کنیم و دو امتیازی خوب بزنیم که اختلاف کم شه تا دقیقه آخر ببینیم. تو دقیقه آخر به سه امتیازی مثلا حالا بسته به اختلاف دیگه ترجیحاً اقدام ریسکی. خب خدا رو شکر انداخت کوچه بغلی. ولی برای شما برای من برای من به دست شما خورد. آقا ما قربانی ناداری همچنان از چالش هم هر دو چالش رو استفاده کنید. اگر موقعی که فول زده میشه تاچ بار رو بزنید از چالش میتونید استفاده کنید. فعلا نیازی به چالش نمیبینم. شات کلاک ریباند بعد جام دوایت هاوارد چقدر ریباند میکنه فکر کنم دوایت هاوارد تو همه تیما هست. دوایت هاوارد هم همه تیما هست هم همیشه بهترین میشه. آره فکر کنم 3 یا 4 بار بهترین بازیکن شد دوایت هاوارد. حالا های فاک اینجا زیاد خوشش نمیاد از بابک از اوتای کام از دوایت هاوارد. دوایت هاوارد واقعا دوایت هاوارد اصلا فقط همون آقا درازه شاید یه کارایی بتونه بزنه. خلاف شد 13 تا خلاف شد 13 تا خدای من باید تعریف 4 دقیقه تا پایان کم کم داریم نزدیک داره نهایت میشیم. استفاده رو میکنه بابک پاک نژاد از این اختلافی که هست زیر سبت شد بازی خیلی خوب بود این پاس. کاش نرن بچه ها دبل تیم اونجوری. گیلیمور هم تصمیم گرفت بیاره به زمین. اشکان دوباره بلند شدن اونجا گیلیمور. دریک روز اقام سه امتیازی که نرفت خیلی ریسکی الان داره بازی میکنه بابک پاک نژاد و یه اسلم دان. بله تیمی باتلر حالا اختلاف از 30 بیشتر شد تو سوالات. اما اختلاف چند شد؟ الان 17 امتیاز اشکان جلوه. 17 امتیاز ضرب در دو میشه چند؟ 34 امتیاز 34 تا
ماکسیموم 60 تا به شرطی که جواب نده اونجا. دو امتیاز حالا به دست میاد. میدرنجای کارملو رو نمیشه دفاع کرد. 77-62 3 دقیقه و 20 ثانیه هم مونده از بازی. ببینیم چی میشه. باتلر امید اول اشکان تو این لحظات. خیلی داره پرفشار دفاع میکنه. دفاع خوبی هم داره میکنه آقا بابک. حالا آخرین لحظه الان یکی خالی 4 ثانیه روی شات کلاک فرصت باقی مونده. کوکو و ترنوور. بله دفاع خوبه بابک پاک نژاد. مجبور شدم که بیارم تو زمین دیگه. خب تعویض هم حالا اینجا انجام میشه. تنها 3 دقیقه فیکس. 2 دقیقه و 59 ثانیه فرصت باقی مونده تا پایان این بازی و مشخص شدن فینالیست دوم. اختلاف همچنان رو 15 امتیازه. هر دو تیم اصلیشون تو زمینه فکر کنم. کریس پال اونجا خطرش انجام. 3 نفر از شرکت کننده مسابقه ما تیم آلستار 2010 رو انتخاب کرده بودن و الان اگر بابک پاک نژاد ببره با آلستار آلستار میشه. فینال دقیقاً هم تیم میشن. هم تیم میشن. یه ترنور هم اینجا اشکان داد تا پارو خط داد خدا رو شکر. بازی همچنان در دسترس باشه برای بابک پاک نژاد. خب یه سوالم نمیپرسین تو این لحظات. نیمه نشد. نشد. داشت نیمه میشد. شانس آوردی. کریس پاس امتیازش نرفت. آقا استف کجاست؟ استف خب میتونید بیارید داخل. اگه امتیازی نیاز دارید. بس بریک ها رو نمیتونی دفاع کنه بابک. دکروز هرچی رفته کوبیده. عذرخواهی میکنم. بله خب میریم سراغ یه تعویضی که آقای پاک نژاد میخواد انجام بده. فکر کنم به موقع ولی من تعویض کردم. آره. دو دقیقه بچه آره. ها رو به قول آقا بابک نه تنفسی آره. بهشون دادی. استفو میاره با بابک برای لحظه خب. پایینی که شوت بزنه باشه. تیم الان شوتی سابقه از دوایت هاوارد همه شوت. دیویس هم بیاری تو شوت. تیم کاملا شوتیس میشه. دوین وید هم میتونه کمک کنه. آره وید طرفدار من نیست. یاران بحث طرفداری تمام شد. اختلاف زیاده. آره اختلاف زیاده دیگه. دنبال این بازی جذاب بشه الان میشه. جیمز دیویس، کریس پال، استف کری. دورانت هم. تیم کاملا سرزن الان. نه کنسلش نکنید. نور بزنید بعد آپشن رو بزنید. آپشن رو بزنید. حالا یس. خب. ببینیم یه تایم اوت یه اوتی حد آره یه خطا یه اوتی بعد اتفاق بیفت. اوت که نه چه دیگه اوت هم میشه. دو امتیاز داره دورانت. میتونید الان خطا کنید که تعویضاتون انجام بشه. خطای استراتژیک انشالله که. خب 15 امتیاز مربع مربع دو امتیاز. اوه چی کی کرد اونجا و توپم برای خودش شد. نه نه تو برای آره چیز شد. خب تعویض انجام شد. تعویض چرا انجام نشد؟ انجام شد دیگه. آها زیر سبد گیلمور یا خدا نمیشه دفاعش کرد. واقعا نمیشه. آقا اونورم هاوارد رو نمیشه گرفت. هاوارد الان تو زمین نیست. خیلی تعامل تره. استفن دبل تیمش کردن. میره بیرون قوس. الان دبل تیم همچنان. تریپل تیم شد اونجا. اونجا زیر سبد و فول گل دیگه. آقا فول گل اختلاف همینجوری بین 17 و 15 داره جابجا میشه. جابجا میشه. 1 دقیقه 40 ثانیه بیشتر نمونده. خطا رو انجام داد. خطای فنی بود یا خطای نه تو پرووایی بود که مایی تو پرووایی انجام تو پرووایی رفتم ولی خب بعدم هم نمیاد که جردن زیر سبد. دو امتیاز به دست نیومد. بعد روز حالا روز همچنان خسته است. هواداران بلند شدن تو ورزشگاه. دریک روز بازم دو تا پاسا 6-8-1 یک دقیقه فقط مونده. یک دقیقه و 30 ثانیه وقت داریم. چقدر اختلاف. 25 امتیاز گرفت دریک روز. فکر کنم بیشتر امتیازیه که تو این بازی که داشتیم تو این سری بازی ها یه بازیکن با یه دونه از بازیکن تیمش به دست آورده. اوه چه امتیازی تقریبا به موقع بود. میتونه نتیجه رو برگردونه برای اختلاف 14 تا بابک پاک نژاد و جردن اجازه وای لبرون بلاکش کرد. یه سه امتیازی میتونه اینجا نتیجه رو برگردونه. یه دو امتیازی زیر سبد استف خالیه. نه دورانت نره ریباند حمله کوین اوپن شات. اوپن شات رو بزن. چرا نزدی اوپن؟ حالا هاردن. هاردن هم نه اوپن شات رو بعد میزد بابک پاک نژاد. 50 ثانیه حالا مایکل جردن. این یه قانون نانوشته است به قول گل نزنی گل میخوره.
اختلاف دوره بیشتر از 30 شد با این امتیاز. استف هر جا با استف بزنیم میره قطعا. خطا، این خطا کنم خطای فنی بود که سه نزنه. خیلی خطای زشتی انجام داد. بازم پیکورول کوین دورانت حالا زازی رفت. آقا فول کورت نتیجه 72-85. استو فول کورت میخواد بکنه. 26 امتیاز میشه الان اختلاف تو مرحله بعد. همچنان امید باقی است. 26 ثانیه زیر سبد. فول نشد. گل نشد. انوان نشد و حالا دو تا پرتاب اولیش که 72 اولیش میره. رادمن نگاه پنالتی گل میکنه. چجوری؟ گوشو نزد. 24 ثانیه. 14 امتیاز اختلاف. استف. اوه. شوت. یارو خونه شو. محبوب خودت وایسایی قلبش داری بازی میکنی. خب آقا جان. بابا آخه قشنگ بود. خیلی قشنگ. با کوای این بار. نشه. نه شه. 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 نه نه تموم شد. تمومه. تموم شد بازی. بسیار هم عالی. خب 8-75 بازی تموم شد. 13 امتیاز اختلاف. بریم و برگردیم و با سوالا همراه شما هستیم. سوالا سخت. اختلاف. سوال طلایه اینجا داره کم کم. من دیگه حرفی ندارم. جلالیان چند تا چیز داشت با پویا اختلاف خوبه ولی 5 تا سوال. تنها کسی که تونسته تو بخش سوالات پیروز بیاد بیرون پویا تاجیک بوده که اونم الان دیگه نیست. دیشب باخت. دیشب باخت. چی میشه؟ والا اختلاف یه جوریه که اگه آقا اشکانم سوالاشو جواب بده سخت میشه دیگه. شانس من خیلی کم. سه تا سوال دارید. فکر میکنم من مثلا 20% کمتر شدم. شنیدم که اسمی که دادید به پخش برای اینکه باهاش تماس تلفنی داشته باشید رامین فتیه. و این آقایی هم که داره متفکرانه نگاه میکنه میخواد به رامین فتی زنگ بزنه برای کمک. دو نفرشون رامین فتی یار کمکی. فکرشو میکردید یه روزی رامین فتی هیروتون باشه؟ خیلی راستشو بخوام بگم نه. رامین فتی اینجا باید الان حواست باشه، اگه کمک خواستن بهشون کمک بدی. بریم کم کم بریم برای اینکه شروع کنیم بخش سوالات. و قبل شروع کردنش میشه یه دونه کتاب معرفی کنی به ما آقای مهیا که تو این دوران قرنطینه بتونن بخونن؟ والا من شب گذشته 4 تا کتاب معرفی کردم. 4 تا کتاب معرفی شب دومه. بله 4 تا کتاب معرفی کردم. شکیلونی بدون سانسور، 100 سال بسکتبال نوشته افشین رضاپور و کتاب مامبا منتالیتی که البته فارسیش نیست، باید پی دی اف انگلیسیش، در مورد ذهنیت کوبی برایانت و کتاب کفش باز نوشته فیل نویسندش خود فیل نایت بوده، مؤسس شرکت نایکی که خیلی به درد کسایی که به کفش های بسکتبالی علاقه دارن. مرسی آقای پارک نژاد. یه فیلم خوبم معرفی میکنید که ما ببینیم. سریال هم اگه بود والا توی این چند وقت اخیر که فیلم هایی که دیدم با یه فیلم که خیلی ارتباط برقرار کردم، فکر کنم اکثر هم دیده باشن، گرین بوک بود. کتاب سبز که حالا موضوع فوق‌العاده انسانی و ضد نژادپرستی داشت. مال زمانی که سوژه‌ش هم خنده‌داره کلن، اتفاقات جالبی و سیاه فوق‌العاده. دوتا کارکتری که توی فیلم محور اصلیان خوب بازی کردن و فانه. مرسی ممنون آقا. این موجیا بریم برای بخش آخر. اونجا نمیام. اونجا نمیام. سه بار چهار بار این چند شب اونجا نخواهم آمد. میام اینجا.
شبتون بخیر باشه بینندگان عزیز و ارجمند شبکه اینترنتی تیوا و مخاطبین و طرفداران بسکتبال در مسابقه بسکتبازی. خب با 26 امتیاز اختلاف اشکان مهریار جلو هستش و باید ببینیم تو سوالا چه اتفاقاتی خواهد افتاد. یه بار دیگه به نظر من بهزاد قوانین جدید مرحله نیمه نهایی در سوالا رو بگه. بله خب تعداد سوالات اولین تغییری است که تو قوانینمون به وجود اومده. تعداد سوالات از 5 به 3 رسیده، کاهش پیدا کرده و حالا انواع و در واقع موضوعاتش همون موضوعات قبلی است: بسکتبالی، ورزشی به غیر از بسکتبال، فرهنگ و هنر، تاریخ و جغرافیا و اطلاعات عمومی که همون سه سطح قبلیش رو هم داره، 15 و 15 امتیازی. سوال طلایی هم تو سوال سوم کسی که عقب باشه میتونه ازش استفاده کنه و اگر درست پاسخ بده حریفش دوباره شانس داره که با یه سوال طلایی دوباره برگرده به همون برتری که داشته. بریم که داشته باشیم دیگه آخرین قسمت از مرحله نیمه نهایی رو. بسیار عالی. خب با اشکان مهریار شروع می‌کنیم. فقط من از بچه‌هامون در اتاق رژی و اتاق فرمان خواهش می‌کنم ببینم 30 ثانیه کنن تایمر رو، متشکرشون میشم. خب با اشکان مهریار شروع می‌کنیم. اشکان چه موضوعی می‌خواید انتخاب کنید؟ من بسکتبالی. بسکتبالی 10 امتیازی. با بسکتبال 10 شروع می‌کنه. خب من بله خب تایم بیشتر 28 ثانیه. خب نه تایم رو بچه تایم رو میشه نگه داری. مرسی. امتیاز آورترین بازیکن تاریخ NBA کدام بازیکن است؟ 1 کریم عبدالجبار، 2 بیل راسل، 3 کوبی برایانت، 4 کارملو. کوبی برایانت آخریش کی بود؟ کارملو. کریم عبدالجبار، بیل راسل، کوبی برایانت و کارملو. کریم عبدالجبار. جواب درست بود. 10 امتیاز. اختلاف به 36 میرسه. گفتم نمیدونم. خیلی خوشحال شد اون لحظه تا آخر وقت نمیدونه گفتم. خیلی خوب بابک. چه موزی؟ منم بسکتبال 15. بسکتبال 15. خب. بسکتبال 15 امتیاز. بله. خب. آماده ای؟ بله. قهرمان سال 1999 NBA کدام تیم است؟ سان آنتونیو اسپرز. درست بود؟ بله. من دیگه سان آنتونیو اسپرز. دیروز سر هم آره دیروز من تا حد داشتم فیلمای پشت صحنه رو می‌دیدم، اون در واقع پشت صحنه سال 2000 آره دقیقاً با آره هم داشتیم بحث می‌کردیم. آره. خیلی یعنی خوش شانسی در بالاترین حد. بسیار عالی. خب 15 امتیاز برای شد. آره. ورزش 10 امتیاز. ورزش 10 امتیاز. ورزش 10 امتیازی. پر افتخارترین ورزشکار ایرانی در رقابت‌های المپیک. 1 حسین رضازاده، 2 هادی سایی، 3 امیر رضا خادم، 4 غلام رضا تختی. حسین رضا. پاسخ اشتباه بود، هادی سایی. واو. هادی رضا کاملا امیدوار بود. نزدیک شدیم. 186. خب پس جواب اشتباه بود. های سایی 3 تا المپیک مدال گرفتن، های رضا 2 تا المپیک. بسیار هم عالی. 186 امتیاز برای اشکان مهریار و 165 امتیاز برای بابک باکنژاد. اختلاف 21 امتیاز الان. 21. از 26 شد 21. آقا بابک من الان دارم فکر کنم که اگه سوال طلایی اطلاعات عمومی باشه راحت تره. سوال طلایی کاملا رندومه. موضوعش انتخاب کنید. خب پس اطلاعات عمومی 15 امتیاز. اطلاعات عمومی 15 امتیازی. خب عیب بشه تو 15 امتیاز نتیجه عوض بشه. وای یادش هم پویا تاجیک افتادم. خب آماده این؟ نه دیگه اتفاقی که افتاده. بخشید. کاخ الحمرا در کدام کشور قرار دارد؟ من میدونم جواب. گزینه 1 مراکش، گزینه 2 اسپانیا، گزینه 3 الجزایر، گزینه 4 پرتغال. از رو اسمش مثلا میتونید یه بار الجزایر یا چی؟ گزینه 1 مراکش، گزینه 2 اسپانیا، گزینه 3 الجزایر، گزینه 4 پرتغال. مراکش یا الجزایر. زمانتون توجه کنید. الجزایر. پاسخ اشتباه اسپانیا. بله. کشور اسپانیا توش همون شهری هست که تیم چرا گفتی از اسمش سال 2015 شهر گرانادا تو 2014 تو شهر گرانادا بله بله اونجا بازی کرد و یکی از جایی بود که حالا ما رفتیم دیگه. خب الان اختلاف 21 موند. الان اختلاف 21 اشکان با یه 10 میتونه کارو تموم کنه. آره با یه 10 میتونی کارو تموم کنی.
اگر 10 امتیازی رو جواب نداد آبابک بعد بره سراغ 30 امتیازی. 10 اطلاعات عمومی. 10 اطلاعات عمومی. خب ببینیم خب چی انتخاب ببینیم میتونی جواب بدی یا نه. کدام حیوان نمیتواند به عقب برود؟ گزینه 1 زرافه، گزینه 2 خوک، گزینه 3 کانگورو، گزینه 4 اسب. کانگورو. پاسخ درست بود. با اختلاف 1 امتیاز، 10 امتیاز، 196 امتیاز و با اختلاف 31 امتیاز، 1 امتیاز. یه دونه اگه کمتر بود، یه دونه پرتاب آزاد اگه می‌زدیم. آره، اگه یه دونه پرتاب آزاد می‌زدیم همیشه اینطوریه. بعد ببینیم سرنوشت لیگ برتر چی میشه. من دیگه فکر کنم تو محروم نتونم. شما کار تموم بده. بابک آقا اگه می‌خوای سوال یه سوال جواب بدی. جا؟ سوالا یه سوال داری دیگه. به هر حال سوال آخر می‌خوای جواب بدی می‌تونی. آره. این دو تا بخش بنده خدا هیچ کس ور نمی‌داره. تاریخ، جغرافیا، فرهنگ. من مثلا تو تاریخ اوکی ام ولی جغرافیا زیاد جالب. تاریخ می‌خوای بیا. فرهنگوندن می‌خوای یه دونه انتخاب کنیم. ببینیم چی داره. نه من تاریخ و جغرافیا. تاریخ و جغرافیا. چند امتیازی میخوای این سال آخر انتخاب کنم؟ 15 بزنیم که یه چیزی واسه دست دارم نداریم. بله. خب. بزرگترین تولید کننده برنج در دنیا کدام کشور است؟ گزینه میدونی جوابشو الان بگید یا؟ گزینه 1 تایلند، گزینه 2 چین، گزینه 3 ایران، گزینه 4 هند. چین. درست بود جواب چین. یه 15 امتیاز هم برای آقای پاکیزاد. خب اختلاف کم شد. الان 16 امتیاز شد اختلاف. با 16 امتیاز چیزی از درست شد. تو ماشین حساب زدی؟ من ریاض یادم خیلی ضعیفه. خب اشکان مهریار دومی فینالیست و فصل اول مسابقه بسکت بازی شد. بریم یه بخشی رو ببینیم و برگردیم و با تون همراه هستیم. شبتون بخیر باشه بینندگان عزیز و ارجمند شبکه اینترنتی تیوا اسپورت و مسابقه بسکت بازی. خب دومی فینالیستمون هم مشخص شد، اشکان مهریار. تا در واقع شب آینده و فردا شب باید با رامین فتحی مسابقه بده و ببینیم قهرمان اولین دوره بسکت بازی چه شخصیتی خواهد شد. خب آقا بابک خیلی خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتین و حالا تا مرحله نیمه نهایی هم اومدیم بالا. اگر صحبتی با بینندگانمون دارید بفرمایید. من واقعا خیلی خوشم اومد از این برنامه و امیدوارم که حالا بازخوردش هم مطمئنم توی به خصوص نسل جوان و بچه‌هایی که هم بسکتبال دوست دارن هم بازی‌های کامپیوتری انجام میدن خوب باشه و امیدوارم که این روند ادامه پیدا بکنه، چون پتانسیلی که من میبینم خیلی خوبه. یعنی فکر میکنم که استقبال خیلی خوبی بشه این برنامه. خیلی متشکرم. خب آشکان فردا شب رامین فتحی. کسی که میگه شانسی شانسی یا دیگه شانسی شما هم بود. بله من فکر کنم شانسی منم ببره. خیلی سخته رامین. عجب. آره ولی خب چون قانون فردا شب سوالا هم فرق میکنه. آها. این شانس بیشتری تو بازی هست. بیشتر زوم روی بازی کار دیگه سوالا. بسیار هم عالی. خب کری نداری از الان برای رامین؟ نه. چیزی نمیخوای بهش بگی همین دوری؟ نه فقط به بابک هم خسته نباشید میگم از دوستای بسیار بسیار خوب من از قدیم. دیگه بازیه دیگه حالا خیلی برد و باخت داره. نه بابا خوشحالم که بود. خب وقتی اهدای جوایز به آقای پاک نژاد هست از طرف این افتادنش من خیلی مشکل دارم. از طرف بچه برنامه لیا و شبکه تیم اسپورت یه لوحی به رسم یاد بود تقدیم ایشون میشه. متشکرم. و از طرف حامی برنامه فروشگاه اسپورت 365 تنها فروشگاه بسکتبال کشور هم یک هدیه‌ای به رسم یاد بود تقدیم ایشون میشه. آقای پاک نژاد متشکرم. انشالله که بتونیم هر دوی شما رو در فصل آینده مسابقات بسکتبالی هم زیارت بکنیم و دوباره به هم بخورید با هم بسکتبال. خوشحال قشنگ تمرین کنیم. حتما. باهاتون خدافظی می‌کنم آقای پاک نژاد. آقای اشکان شما رو فردا شب باید ببینیم. در خدمتتون هست. تشکر از اینکه همراهمون بودید امشب. فردا شب با مسابقه جذاب بین رامین فتحی و اشکان مهریار در خدمتتون هستیم. تا فردا شب خداوند یارو نگهدارتون. اون یه پنالتی گل می‌کنه.
قشنگ بود، خیلی قشنگ بود. با کوه این باش.